یعنی تو 10 دقیقه اول سمینار رو ببندیم. موافقی؟ چون شما اومدین مهاجرت کنین، 10 دقیقه میتونیم ببندیم با هم دیگه، خیلی چیز پیچیده‌ای نیستش، واقعا انقدر سخت نیست. ببندیم؟ برگ نوتا دستتونه؟ بریم. یه بار مسیر دریافت ویزا رو با هم مرور کنیم سریع، بعد ببینیم کی میتونه مهاجرت کنه، کی نمیتونه مهاجرت کنه، خیلی آسون. خب، استپ 1 انتخاب رشته از لیست مشاغله. جزئیاتش آقای دکتر میربود میاد و یه دور دیگه این استپا رو با جزئیات میره داخل هر کدومشون. من فقط الان میخوام استپا رو یه بار به شما بگم، بعد بریم با هم دیگه امتیاز شماری کنیم سریع. استپ 1 انتخاب رشته از لیست مشاغل. ما انتخاب رشته رو در استرالیا بر اساس دانشگاه انجام میدیم یا شغل؟ بسته شغل. بنابراین یه نفری میتونه مهندس صنایع باشه، میگه لیستا رو میگه کدوم لیست منجر به کدوم ویزا میشه و اینها. من میخوام کلی برم. استپ 2 میشه اسکیل اسسمنت. میریم سازمانی که رشته رو انتخاب کردیم، معادل سازی رو از اون سازمان میگیریم. اکثر سازمان‌ها خوشبختانه زبان نمیخوان، به جز مهندسی استرالیا که میتونیم انتخابش نکنیم. هزینه‌هاش هم اینجا گذاشتیم. بعد میریم امتیاز شماری میکنیم که الان میخواییم با هم همین الان انجام بدیم. بعد ثبت امتیاز میکنیم، دعوتنامه، انتظار برای دعوتنامه، دعوتنامه و ویزا. این پروسه تقریبا بین مثلا 6 ماه تا 1.5 سال طول میکشه، بسته به نوع ویزا و مسیری که ما داریم طی میکنیم. هزینه هاش هم مثلا شما فرض کنیم برای یه خانواده 2 نفره، کیا 2 نفره هم؟ کیا مجرد هم؟ 3 نفره هم داریم؟ 4؟ تا اینجا که به ما رسیدیم ما 4 نفریم. 5؟ یه دونه شد. لیلا کجایی؟ پاشو بریم خونم. ما 5 نفره داریم میشیم. 5 یه دونه بود. به هر حال خانواده فهمیده. مرسی. نمیدونستین؟ نه؟ خب. کسی که 1 نفر باشه با پول وکیل و پول ویزاش حدوداً 10-12 هزار دلار هزینه میکنه. 2 نفر باشه میشه 12-13 هزار دلار، 14 هزار دلار. 3 نفر باشه 15-16 میشه. دارم تخمینی میگم، عددش اینجا هست. روش دکتر میربود میاد بحث میکنه. در این پکیج که 7 تا مرحله داره، مهمترین جایی که ما قرار گرفتیم به نظر من یکی اینه، چه رشته ای انتخاب کنیم. خیلی مهمه، خیلی. و یکی اینه اینجا، چون اینجا سنمون قفل میشه دیگه، امتیاز سن رو از دست نمیدیم، سابقه هرچی هست دیگه قفل میشه اینجا. یعنی اینجا رسیدی بدون که ویزا میشی با ضریب 99، اوکی بگم 9%. ما تا امروز خودمون یه دون ریجکتی هم نداشتیم تو مرحله، ولی ممکنه، یعنی دیده شده کسی ریجکت شده اونجا به خاطر چک مدارک و اینها. بنابراین استپ 1 انتخاب رشته از لیست مشاغل، استپ 6 دریافت دعوتنامه. اونجا همه چیز گفت میشه و اینجا شما انتخاب میکنی که چه استراتژی رو برای مسیر بذاری، چون تقریبا دستمون بازه اینجا. حالا خیلی حساسیت روی این دارن که مثلا من رشتم، دوستمون ازم من میپرسید، یادم مونده شما رو، مثلا میگفت من مهندس صنایع هم رشتم، بخوام از لیست مشاغل مهندس صنایع رو اقدام کنم چه جوری میشه؟ که من به جوابم به شما این بود که خب چرا صنایع، شاید بخوای یه چیز دیگه انتخاب کنی، دست خودت دیگه. خب و وکیلت، میتونیم با هم دیگه بریم جلو. اینجا سخت نگیرید. امتیاز شماری میکنیم، ثبت امتیاز میکنیم. این تیکه‌ای که ثبت امتیاز میکنیم تا انتظار برای دعوتنامه و دریافت دعوتنامه بسیار سریع شده الان. تیکه ای که ما تو کرونا مثلا از جمله شما 2-3 سال درگیر این ماجرا بودیم که یکی اسس کنه مثل آقای حاجی پور دعوتنامش بیاد. 2-3 سال درگیر بودیم. الان امروز تقریبا بدون استثنا هر کی اسس میکنه دعوت میگیره با 50 امتیاز. گاهی اوقات 2-3 روز. 2-3 روز.
من یکی خودش بخواد بره 190 بیشتر رقابت کنه یا بره تو 189 بیشتر رقابت کنه، اون دیگه بستگی به خودش داره، میتونه. چون شما اینجا میتونید همه ویزاها رو با هم اپلای کنید اگه امتیازش رو داشته باشید، همه رو با هم همزمان. کسی 50 امتیاز داره 491 میزنه، 60 داره 190 هم میزنه. حالا دکتر میاد در رشته لیستا میگه 65 داره، اگه تو لیست 1 بود 189 ش هم فعال میکنه، همه رو با هم فعال. چون 50 به بالا شانس اپلای داره، زیر 50 باشه نمیتونه اپلای کنه. مثل مثالی که آوردیم بالا و دیدین، زیر 50 نمیتونه اپلای کنه. 50 امتیازی ها 15 تا کمکی میگیرن میشن 65 تا برای 491. 190 ها 5 تا کمکی میگیرن اگه اسمشون در بیاد از تو رقابت میشن 65. 889 هم بالای 65. خیلی میشه در مورد این صحبت کرد، توی تحلیل رشته کنیم، هر کد رشته تحلیل متفاوتی داره، خب زمان خیلی میبره، ولی منظور من اینه که 50 میتونه وارد این سیستم بشه و اسسمنتش رو شروع کنه. زبان فعلا نمیخواد، اسسش رو بگیره. اینجا توی این مرحله که میخواد ثبت کنه توی UI، اینجا زبانش رو بیاره. جواب اسسمنتش 3 سال اعتبار داره به جز ACS که 2 سال است. اینو میگیره 3 سال دستشه، میاد میره اینجا، زبان رو بهش اضافه میکنه، 50 امتیاز شد، میزنه میره تو سیستم. این مدلیه که باید ایجاد بشه.